نعیمه دوستدار، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار از مالمو سوئد با ما همراه هستند. خانم دوستدار، وقت شما بخیر. در حالی که در دوره‌های قبل در آستانه انتخابات شاهد این بودیم که سختگیری‌ها کمتر می‌شد، این دوره تهدید و ارعاب روزنامه‌نگار و فعالان سیاسی از قبل از انتخابات شروع شده و شدیدتر شده. دلیلش چیه؟ همونطوری که گفتید، معمولا مرسوم بوده که در آستانه انتخابات یک نوع گشایش در فضای رسانه‌ای و آزادی‌های اجتماعی دیده بشه، سختگیری‌ها کمتر باشه. اما از اونجایی که این دوره از انتخابات در بسیاری از جهات با انتخابات‌های قبلی تفاوت داره و به نظر میرسه که مهندسی انتخابات برخلاف دوره‌های پیشین نه برای بعد از پایان رأی‌گیری ها، بلکه از قبل از شروع رأی‌گیری و از همین در واقع زمان تایید صلاحیت ها و دوره کمپین های انتخاباتی شروع شده. خب تو همین جهت به نظر میرسه که نهادهای امنیتی در نظر دارن که به جای اینکه بذارن بعد از انتخابات حالا تنش یا ناامنی به تعبیر اونها در جامعه ایجاد بشه، پیشاپیش جلوی اون رو بگیرن و به نحوی عمل بکنن که خب همون اون سناریویی که برای این انتخابات نوشته شده از طریق تایید صلاحیت کاندیداهای خاص و تبلیغات ویژه و تبعیض آمیز برای اونها مطابق میل و نظرشون پیش بره. خب یکی از کاندیداها ابراهیم رئیسی است، رئیس قوه قضاییه. این احضارها چقدر با حضور او در جریان انتخابات ریاست جمهوری میتونه مرتبط باشه؟ این احضارها در واقع میشه گفت کاملا مرتبط است با حضور ایشون، برای اینکه ما میدونیم حدود یک ماه پیش سرپرست دادگاه دادسرای فرهنگ و رسانه تماس گرفته بود با تعدادی از روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای و از اونها خواسته بود که هیچ مطلبی در نقد یا علیه ابراهیم رئیسی منتشر نکنن. و بعد در غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه هم در واکنش به این در واقع برخوردها گفته بود که ما در برنامه پیشگیری از جرائم انتخاباتی مأموریت داریم و این تذکرهایی داده شده به تمام رسانه‌ها، هم از دولتی و غیر دولتی با تمام گرایش‌ها. یعنی کاملا مستقیم هدف قرار دادن ابراهیم رئیسی رو که به هر ترتیب محافظت بکنن از او در این کمپین های انتخاباتی. خب این فضای قبل از انتخاباته، حالا با توجه به این فضا که شکل گرفته بعد از انتخابات شما فکر میکنین شرایط چطور باشه؟ اگه کوتاه بگید ممنون میشم. تمایل جمهوری اسلامی اینه که بعد از انتخابات تنشی نباشه. یعنی من فکر میکنم تمام این اقدامات رو انجام میده که بدون سر و صدا و با کمترین هزینه نامزد مورد نظر خودش رو در واقع به رأس قوه مجریه بیاره. بنابراین انتظار میره که تنشی با این اقدامات میخوان جلوی تنش ها رو بگیرن، اما همچنان میشه انتظار داشت که با روی کار اومدن یک دولت اصولگرا فشارها و به ویژه اگر اون فرد ابراهیم رئیسی باشه فشارها بر رسانه ها و خبرنگاران به مراتب بیشتر از قبل بشه. ممنونم از شما نعیمه دوستدار از مالمو سوئد با ما همراه بودید.